محب تیم مذاکره کننده دولت صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل نهایی را ندارد. و شگرد طالبان برای خسته کردن حیات افغانستان. به نام خدا با تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. خواهش می‌کنیم تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. محب تیم مذاکره کننده دولت صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل نهایی را ندارد. مشاور امنیت ملی طی سخنرانی گفت تیم مذاکره کننده دولت صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل نهایی را ندارد و برای تصمیم نهایی باید به شورای عالی مصالحه و ریاست جمهوری مراجعه کند. حمدالله محب با تاکید بر اینکه دولت جدول زمانی را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ندارد تصریح کرد. لازم نیست که مذاکرات به سرعت به نتیجه برسد، ولی جنگ باید متوقف شده و آتش بس برقرار شود. مشاور امنیت ملی بیان داشت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان بر ادامه جنگ هیچ مشروعیتی ندارد، زیرا یک دولت مشروع و منتخب مردم در افغانستان برقرار است و در این کشور یک نظام اسلامی وجود دارد. و پیش از این نیز تصریح کرده بود که در صورت شکست مذاکرات صلح با طالبان، دولت افغانستان آمادگی کامل نظامی دارد. گفتنی است که مذاکرات صلح در تاریخ 22 سنبله در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان تا کنون روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. شگرد طالبان برای خسته کردن حیات افغانستان. مذاکرات صلح افغانستان در قطر وارد چهارمین هفته خود می شود، اما تا کنون هیچ پیشرفتی حتی در گفتگوهای مقدماتی آن صورت نگرفته است. با توجه به این وضعیت، اگر مذاکرات شکست هم نخورد، پروسه صلح چنان طولانی خواهد شد که اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان ناگزیرند سبک زندگی خود را تغییر دهند. اعضای تیم طالبان کمتر به تغییر سبک زندگی نیاز دارند. آنان در محیط رشد و نمو یافته که کمتر در جمع خانواده بودند. در محیط های باز و روستایی افغانستان مردان کمتر در محیط خانه حضور دارند و کمتر با زنان فامیل مثل مادر، خواهر و همسر مشهور هستند. معمولا مردان روستا بیشتر ایام استراحت خود را کمی دورتر و یا متصل به محوطه سکونتشان در خانه هایی که به آنها کوته میگویند و شبیه مهمون خانه است میگذرانند. اگر مرد خانواده و یا یکی دیگر از اعضای خانواده طلبه مدارس دینی باشد، علت مضایفه می شود که ماها از کانون خانواده دور باشد و کمتر احساس تنهایی و دلتنگی برای خانواده و خانواده می کند. وقتی پای جنگ آورگی و زندان به میان آید، مرد روستا بیش از هر زمان دیگری مقاومت خود را به نمایش می گذارد که کمتر پرورش یافته محیط های شهری حریف او در بود بیاتفی می شود. همه اعضای تیم 21 نفره طالبان در قطر دارای صفاتی هستند که ذکر شد. آنان عمری را در کوته ها و مدرسه ها گذرانده، وقتی پدیده جنگ را به آن اضافه کنیم، بیشتر آنان بخش زیادی از زندگی خود را در آوارگی سپری کردند. مهمتر این که نیمی از اعضای تیم مذاکراتی طالبان از 1 تا 8 سال را در زندان های پاکستان، گوانتانامو، بگرام و پل چرخی به سر بردند. اعضای مذاکره کننده طالبان اکنون چنان آب دیده و کار کشته اند که اگر مذاکرات صلح 5 سال طول بکشد احساس خستگی نمی کنند. به خصوص این که آنها تجربه مذاکره 18 ماهه را با امریکا نیز دارند. در این حال خانواده های تعدادی از اعضای دفتر طالبان در قطر به سر می برند، اما بیشتر اعضای تیم مذاکره کننده افغانستان فاقد این امتیازات هستند، زیرا آنان در محیط های شهری و در جمع خانواده بزرگ شده و کمتر دوری از خانواده و سختی روزگار را تجربه کردند. اگر دشواری های عرصه صلح بیشتر از سختی های میدان جنگ نباشد، قطعا کمتر هم نیست. پروسه صلح نتیجه گیری پروژه جنگ است. یک جنگجوی خسته که ذهنش به غیر از جنگ مشغول باشد قطعا بازنده است. مجریان مذاکرات صلح هم نباید مشغولیت جز گفتگو داشته باشند.
امریکا در جریان 18 مهم مذاکره با طالبان به این نکته توجه داشت و سعی میکرد که تیم مذاکره کنندهش خسته نشود. من از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیدم که در بین اعضای مذاکره کننده امریکا یک یا دو نفر روانشناس هم حضور داشتند که اگر احساس میکردند تیم امریکایی خسته شده است امر توقف مذاکرات را میدادند، زیرا با تن خسته و ذهن مشغول نمیتوان تصمیم درستی گرفت. اگر تا کنون پدیده خستگی سراغ تیم مذاکره کننده افغانستان را نیامده است، قطعا به زودی دچار فرسایش شده و بعید نیست تصمیمی بگیرند که در حالت عادی نمی گرفتند. طالبان به این نکته توجه دارند و در شگرد سمت و سوی مذاکرات را به طرف می برند که روند گفتگوها طولانی شده و طرف مقابل را خسته کنند. سخن پایانی این است که دولت افغانستان توانایی تغییر و جابجایی در ترکیب تیم مذاکره کننده ایزومی را ندارد. حداقل راههایی را جستجو کند که اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان دچار پدیده خستگی و فرسودگی نشود. امریکا برچیدن 400 پایگاه نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد. امریکا ویران کردن 400 پایگاه نظامی خود را در افغانستان آغاز کرده است. رسانه ها به نقل از منابع دیپلماتیک بلندپایه امریکایی اعلام کردند که این کشور برچیدن پایگاه های کوچک و بزرگ را در سراسر افغانستان آغاز کرده و ویران کردن نزدیک به 400 پایگاه را تا پایان ماه روان میلادی تکمیل خواهد شد. بر اساس این گزارش بیشتر این ساختمان ها پیش از این از بین برده شده است. پنتاگون تا کنون تصمیم خود را درباره 5 پایگاه بزرگ دیگر نگرفته است. واشنگتن در گذشته گفته بود که در نظر دارد پایگاه های بزرگ خود را نیز تخلیه کند، اما تا کنون این تصمیم قطعی نشده است. امریکا میلیاردها دلار روی این 5 پایگاه هزینه کرده و گرفتن کنترل این پایگاه ها برای نیروهای امنیتی افغانستان بسیار دشوار خوانده شده است. یادآوری میکنیم که امریکا طبق توافقنامه صلح دوحه قرار است نیروهای خود را از افغانستان تا اواخر ماه نوامبر به مرز 4000 نفر کاهش دهد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.